سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این قسمت ششم از درسای برنامه نویسی جامعه بینایی ماشینه که ما قراره با هم اینجا در واقع یاد بگیریم که چطور میتونیم از وبکم یا از یک فایل ویدیویی محتوایی رو بخونیم و ببینیم. این درس کوتاهیه و منم سعی میکنم سریع جمع و جورش کنم. البته کوتاه که منظورم مثلا زیر 10 دقیقه جمع میشه. و حالا بریم شروع کنیم کد زدن و بعد یاد میگیریم که اصلا این قضیه کجا به دردمون خواهد خورد. من یک فایل پایتون بسازم اینجا و بزرگش کنم. الان تنها چیزی که ما میخوایم اوپن سی ویه. حالا مثلا بعضی ها میان میدیا پایپ و اینا رو هم استفاده میکنم، ما فعلا با اونا کاری نداریم. الان کد ما برخلاف کدهای قدیم قرار نیست با imread بره جلو. میخوایم یک متد تازه از در واقع کتابخونه سی وی دو رو با هم ببینیم. من میام میسازم کامرا مساوی با سی وی دو دات ویدیو کپچر. حالا من چون وبکم صفرم میره روی وبکم نرم افزاری که روی کامپیوتر دارم، وبکم سخت افزاری که توی خود لپتاپ همه شده 1. اون وبکم نرم افزاری اینجوریه که یک واسطه بین گوشی موبایل من که حالا دوربین سلفی یا دوربین فیلم برداری گوشی رو تبدیل میکنه به یک وبکم و شما میتونید مثلا ازش استفاده کنید برای دیدن تصاویر، حالا چه روی شبکه چه با استفاده از کابل USB گوشیتون. اونم بعدن حالا در موردش حرف خواهیم زد. اینجا میام می نویسم while camera is opened. این داره به من میگه که خب مادامی که کامرا این دوربین هست بازه، بیا یه سری حرکات بزن. حرکاتش چیه؟ خب اول از همه میام یه دونه خط تیره میذاریم، یه دونه هم فریم. این underscore حالا خط تیره هر جایی بهش میگید، این صرفا داره نشون میده که کامرا باز شده یا نه، خیلی مهم نیست. اینجا بعضی جاها که مهمه بهش رت هم میگن، ولی خب اینجا چون مهم نیست ما یه حالا underscore میذاریم و ماسمالش میکنیم بره. بعد از اون میایم به همین شکل میزنیم، I am sure رو داریم و حالا من اینجا میزنم webcam. بعد میگیم که if cv2.weightkey 1. این میاد بررسی میکنه که آیا من دکمه کی رو از روی کیبورد فشار دادم یا نه. اگر کد از کیش 1 بود این حلقه رو میشکنه. این الان کدیه که به ما نشون میده که مثلا شما میتونی از وبکم حالا یا فایل ویدیویی اون دیتات رو بخونی و مادام العمر نشونش بدی. برای فایل ویدیویی هم اینو میتونید به این شکل استفاده کنید. چون من اینجا فایل ویدیویی ندارم، اگر مثلا فایل ویدیویی اینجا باشه مثلا شما میتونید بزنید چه میدونم video.mp4. حالا بعدا شاید روی ویدیو بخوایم پردازش انجام بدیم ازش استفاده میکنیم. اینجا میام میزنم camera.release. این دوربین رو میبنده، در واقع دوربین رو به صورت سخت افزاری خاموش میکنه و بعدش هم با کمک CV2 هرچی پنجره اوپن CV داریم رو ما میبندیم. حالا بریم اجراش کنیم. اول این کد رو سیو میکنیم، بعد یک ترمینال باز میکنیم و اینجا اجراش میکنیم. میزنم python3main.py. طبق معمول پروژه اوپن سی وی که میزنم نمیدونم چرا اولش یکم طول میکشن. خب همونجوری که میبینید یک اروری داد و ارورش هم طبیعیه چون اینجا ویت کیش باید کیش بزرگ باشه. دوباره کدم رو اجرا میکنم. خب این تصویر منه که دارید توی در واقع وبکم میبینید. من کیو رو فشار میدم، تصویر به صورت دیفالت چیزه
به قولی میگن که میرور شده است. اگر اشتباه نکنم ما یک cv2.flip داریم اینجا که به همین شکل میاد و به صورت افقی برای ما تصویر رو آینه میکنه، یعنی دقیقا این آینه نشون میده. الان درست شد، تا الان هم درست نشد ولی فکر کنم این درستشه، نمیدونم. میتونیم بریم و ببینیم. ببینید من هم حتی خیلی آشنا نیستم به خیلی چیزا، اما نه، این دقیقا داره همون کاری که ما کردیم رو میگه. میگه که سی بی دو، آهان، باید معادل خود فریم قرارش بدیم به این شکل. این حرکت رو نزده بودم، حالا میتونیم اینم اینجا بذاریم دیگه که ما هر کاری میکنی همینجا بکن، ولی نه، ما چون بعد الان میخوام روی فریم یه چیزی بنویسم، میخوایم فریم ریت رو هم حساب کنیم با هم. بله، همونطوری که میبینید الان تصویر اونجوریه که من توی آینه میبینم خودم، در واقع الان من آینه ساختم. خب بیام اینجا بزنم import time، بعد اینجا یه سی تایم بزنم، بعد اینجا بزنم که پی تایم مساویه با، اگر اشتباه نکنم یک تقسیم بر یک هم داشت اینجا، و اینجا بذارم که سی تایم معادل این. حالا اینجا چی میشه؟ ما میایم میگیم که سی بی دو دات پوت تکست، خودش برای ما کاملش کرد که ببینیم که چی به ما میده اونجا. داره این رو به ما میده و من فکر کنم که تقسیمم اینجا اشتباه بود. این حالا نمیده تقسیم نمیخواست یا هر چیزی. اینجوری میتونیم با فریم ریت، اتفاقا ضرب میخواد، یکی ضربی میخواد، آره. این عدد فکر کنم باید ضرب در 100 بشه تا ما فریم ریت رو ببینیم. خب بریم یک کاری کنیم، میگم که پی تایم یعنی خب تقسیم بر 60 هم به این شکل. عجایب پایتون برای من خودش جالب. خب این هم داره این رو نشون میده. فریم ریت حساب کردن خودش یک داستان دیگه ایه. بذارید اصلا خود سی وی دو به ما میگه که چجوری میتونیم فریم ریت حساب کنیم، نیازی به این همه چیز نیست. تونم بگم که فریم ریت مساویه با، آها، خودش یه چیزی رو حساب کرد برام و اینم حالا میگم یک خودش کد رو جنریت کرد. این کوپایلت خوبیش اینه، منم قصد نداشتم بشینم از اول این کد رو بنویسم. این میشه گفت در واقع اون فریم ریت هست، حتی فریم ریت درستی نیست این، ولی بذارید من نویسم کامرا دات گت، این درست در حال. ببینید الان خودش با کپ پراپ اف پی اس میتونه فریم ریت درست رو برای من بگیره و نیازی به مسخره بازی هم نیست. بذارید من این فریم ریت هم قرمز کنم، قرمز بهتر دیده میشه، و بریم ببینیم که چه شد. بله 29 فریم در ثانیه دارم. البته خب کلیت در واقع این قضیه اینه که 30 فریمه این دوربینی که من دارم، خب این داره با 29 نشون میده، اونقدرم بد نیست. تقریبا هر کاری که ما مثلا با تصویر کردیم با این فریم ها هم میتونیم بکنیم. مثلا فریم مساوی با
سیوی دو داد سیوی تی کالر مثلا سیاسفیدش کنیم. تصویر منو از دهه 40 شمسی دارید، میبینید دیگه اینجا مثلا چیز در میتونیم RGBش کنیم. که همونطور که میبینید الان آدم فضایی شدم، آبی شدم بروتون. البته این هنوز قرمزه و اینا در نوع خودش جالبه، البته خب طبیعه چون این رو داره BGR میگیره و کل فریم رو داره RGB میگیره. نکته جالب تر اینه که این پرش های ولتاژ AC توی نور هم اینجا ما بهتر میبینیم توی RGB. فکر کنم HSV هم بشه دید، البته آنچنان چیز نداره، توجیهی نداره که ما HSV ببینیم خودمونو. میشه دید، این هم از HSV. این کلن FPS بنده خدا محو شد. این به نوعی میتونه حتی مثلا به ما کمک کنه یه سری چیزها رو اینجا تشخیص بدیم، یه سری ایده جالب به من داد، مثلا تشخیص رنگ مو یا رنگ پوست. حالا ما بعدن، قبلا من یه ویدیوی تشخیص رنگ ضبط کردم، حالا بعدن وارد بحث تشخیص رنگ بشیم اینها رو به قولی بررسی میکنم، چون هر فریم اینجا یک تصویره و داره کار خودشون میکنه دیگه و ما میتونیم روش پردازش انجام بدیم. حالا میگه مثلا میتونیم بیایم تشخیص چهره بنویسیم، تشخیص حالت بنویسیم، تشخیص زبان اشاره بنویسیم و اینها، که اینا رو بعدن در یک دوره دیگر بینای ماشین با هم بررسی خواهیم کرد. فعلا این ویدیو رو داشته باشید. در نهایت من یک، حالا میشه گفت، اعلامی بکنم که این ویدیو احتمالاً تا یک مدت زیادی ویدیو آخر این دوره است. توی گروه و کانال تلگرامی هستم تا بعد دوباره بیایم یه سری مباحث پیشرفته تر رو یاد بگیریم و بعدش حالا دیگه جای دیگری با هم ادامه بدیم این دوره رو. فعلا تا اینجا خوشحال شدم از اینکه با هم همراه بودیم. البته بعدن هم من ویدیوهایی خواهم داد، یعنی اگر ویدیویی با تم پردازش تصویر و بینایی ماشین منتشر کنم احتمال خیلی قوی ویدیوهایی باشه پیرامون پروژه‌های فان که میتونیم انجام بدیم، یعنی انقدر با دیتیل نخواهد بود، صرفا میام توضیح میدم که آره مثلا اینجا فلان این کدو داریم، این مدل رو مثلا لود میکنیم و از این داستانا. در واقع میخوایم کارهای باحال بکنیم و عرضم به حضور شما که همین. در نهایت ممنونم ازتون که میدونم لایک میکنید این ویدیو رو، با دوستاتون شیر میکنید و توی کانال من هم سابسکرایب میکنید. تا ویدیوهای بعدی که حالا چه از این دوره چه ویدیوهای دیگر، خداحافظ و در ویدیوهای بعدی شما رو خواهم دید.